همه جاده و شیرازه، تمام کامیون ها اینجا رد میشن. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، فرمایشی بود؟ ببخشید آقا، یه سوالی داشتم. بفرمایید. این کامیون مال کیه؟ مال خودمه. روی این ماشین قبلا هم کسی کار میکرد؟ صاحباشون. اسمشون چی بود؟ تیمور و جبار. میدونی کجا هستن؟ اینطور که شنیدم رفتن شیراز 40 کیلومتری جاده کازرون رستوران باز کردن. مطمئنی؟ اینطوری شنیدم. باشون چی کار داریم؟ ازشون طلب دارم. اینشالله که میگیری. سر منم کلا گذاشتن. خدا لعنتشون کنه، به خاطر پول چه کارا که نمی کنن. ببخشین آقا مزاحم شدیم. خیلی ممنون. اختیار داری داداش، چه مزاحمتی، وظیفه هم بود. اولک بایی رفتنت حالمو گرفتی. خودم هم ناراحتم، چی کار کنم؟ مجبورم که برم. میترسم شیرازم بری دستت به جایی نرسه. نه، به امید خدا هر طور شده پیداشون میکنم. خدا کنه انشاءالله هرچی زودتر از این مخمسه خلاص بشی. احمد، ای کاش ایجا نیامده بودی. راستش توی مدت بدجوری بهت عادت کردم. اگه خدا بخواد بازم همدیگر رو میبینیم. دنیا خیلی کوچیکه. آره ولیک، دنیا خیلی کوچیکه. امیدوارم یه روزی با زن و بچت برگردی ایجا. انشالله. فایز خانم، تو این مدت خیلی براتون دردسر درست کردم، منو ببخشید. این چه حرفیه؟ به خدا از این که دارین میرین همه مون ناراحتیم، مخصوصا جاسم که عزا گرفته. منم همینطور، ولی مجبورم. انشالله که کارتون به خوبی و خوشی تموم میشه، برمیگردین پیش زن و بچتون. خدا کنه، تمام آرزوم اینه. دیگه از این در به دری خسته شدم. دعات میکنم. احمد آقا، این آیه گرفتم برا سلماز و عرفان، البته قابلشونو نداره. چه انقدر منو خجالت میدین. خسته نباشید. سلامت باشی. بفرما. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. آرزو ما چی داره؟ سلام خوار. الحمدلله. کاروبار خوبه انشالله؟ خوبه نیست. ولی مجبوریم کار کنیم دیگه. تازگی ها یه سیاد قریبه نایمده اینجا کار کنه؟
سومالیه ها، اهل مازندرونه. عکسشو دارم بهتون نشون میدم. صاحب این عکس اینو ما ندیدیم. ما ندیدیم. نه. گو ببینم. شما خوب نگاش کن. نه، تو ندیدی؟ نه، ندیدمش. ندیدیش؟ نه. مطمئنی؟ خاطر جمع. شما اینو ندیدی؟ نه. ندیدم. خوب نگاش کن. شما ببین. آ ببین. نه. اینو اینجا ندیدی؟ نه والله. نگاش کن. های ولک. نه. یه دقیقه بیا اینجا. بیا اینجا ببینم. آقای؟ آره. ها. بیا خواهد مصطفی دستی تو بده بیا ببینم نیفتی تو چیه؟ میخوام ببینم صاحب این عکس اینجا دیدی؟ نه همون نیدم نه نیدم نه صاحب نیدم منم ندیدمش نه شما ها میدونین محله شیخ خنش اینجا ها از اون طرف خب شما منو میتونین ببرین اونجا؟ آه میبرم میتونین؟ آره میبرم بیا من از همینجا خداحافظی میکنم نه احمد هر طور شده من باید باهات بیام تا گاراژ نه جاسم نمیذارم تو بیای چی میگی احمد مگه دلم میاد دم آخر تو رو تنها بذارم جاسم تو رو خدا بیشتر از این خجالتم نده اگه جمیل بر میگشت حرفی نبود میامدی ازت خواهش میکنم این راهو نیا پدر تو این چند روزه یک غریبه اینجا ندیدی؟ نه برو به امان صاحب قرآن به امان خدا خدا حافظ خوزستانی ها توی دوستی بی قلقه شن همه جان عکسشه نه ندیدم جسم حقا که نشون دادی مردی محبت تو هیچ وقت فراموش نمی کنم کاری نکردم احمد وظیفم بود چرا؟ خیلی محبت کردی امیدوارم یه روزی بتونم جبران کنم خدا نگه دارم برو به پناه خدا خیر پیش شو میدونی کجاست؟ یه خانه آجر فشاری سفید با دو تا در آبی اون طرف مرحبا خسته نباشی خیلی متشکرم سلامت جاسم کجاست؟ جاسم؟ بله چکار داری؟ مجاسمم فرمایش بود؟ اه؟ مهمونت کجاست؟ مهمونم که؟ احمد؟ برای چی میخوای؟ پلیس هستم گفتم کجاست؟ خواهی جا رفت کجا رفت؟ کجا؟ نمیدونم نمیدونی؟ نه
گفتم بگو کجاست. والا اینجا رفت. چرا میکنی؟ چرا کنی؟ بهت میگم حرف بزن. فکر میکنی خجالت میکشم بزنمت؟ بلندش کن. گفتم که رفت شیراز. تا خود صبح انقدر میزنم تا زبونت باز بشه. فقط میدونم میره به یه رستورانی توی جاده شیراز کازرون. تا داری ببینم نالا تو هم برنش رو بیام. میخوام چمدانشون رو بازرسی کنم. چمدانشون رو بهشون بدین بیارم. بعدم بیاریشون تو. آره تو فقط همونه؟ خیلی خوب بریم. یکی یکی بفرستشون بیام تو. چاش جانم سلام. تو برو تو. چمدون تو بذار بالا. چه کاره ای؟ دانشجو. خیلی خوب نمیخواد بازش کنی. بردار برو. خیلی متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. سرکار باقری یکی دیگه بیاد تو. چشم جناب سلمان. تو برو تو. زود باش. برو تو. چشم. بیا جلو. سلام علیکم. کجا داری میری؟ شیران جراتن. ساکت بذار بالا. چشم. هر چی تو جیبت داری بذارو میدی. چیزی تو جیبم ندارم، همین کلیته. کاپشن تو دارو بینم. چشم. بفهم. بیا جلو ببینم. چشم. دست ببر بادا. ببر بادا. بفهم. این چیه؟ موشموه، کمرم درد میکنه، موشموه گذاشتم. سیران تو بزن بادا بینم. این چیه؟ یه تاره با خودم من تختی ندارم، گول خوردم، گول خوردم.
کاری میکنم که راست راستی کمرت درد بگیره. یلا برو بیرون. سرکار باقری. بله جناب سرکار. این باز داشته. ببرش. نه. تو بیا تو. برو بیرم. اسم چیه؟ احمد نیک نشد. ساکتو بذار بالا. همین یه ساکو داشتی؟ بله جناب سرکار. کجا داری میری؟ شیراز. شیراز؟ اونجا چی کار داری؟ کار خاصی ندارم، برای مرخصی میرم. کسی رو نمیخوای ببینی؟ چرا قربان، میرم دوستم رو ببینم. بچه کجا هستی؟ تبریز. شغلت چیه؟ تو رستوران کار میکنم. خیلی خوب، برو. سفرت به خیر باشه. خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. آهای بایستو ببینم این اکسی چیه؟ این اکس مال توه؟ آره، پسر همه جا گذاشته بودی؟ خیلی ممنون. برو به سلام. خدا خدا. خب چطوره؟ خوبه، دست شما درد نکنه. مسافران دبی و کویت لطفاً برای انجام تشریفات گمرکی به قسمت گمرک فرودگاه مراجعه فرمایند.
جناب سرگوش فرید لطفاً به اطلاعات فرودگاه مراجعه فرمایید. جناب سرگوش فرید لطفاً به اطلاعات فرودگاه مراجعه فرمایید. سلام. روز بخیر. سرگوش فرید هستم. منتظر شما هستم. سلام. سلطان محقق هستم از اداره آگاهی شیراز. خیلی خوشحالم. به شیراز خوش اومدین. در خدمت. متشکرم. بله خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. جناب سرگرد اداره تشریف میبرید؟ نه جناب سرگرد توی این موقعیت لزومی نمیبینم. میترسم باز از چنگمو فرار کنم. بله باید هرچه سریعتر دست به کار بشیم. هر طور که شما بفرمایید. لطفا به طرف جاده کازرون بریم. سلام، خسته نباشین. رستوران تیمور و جبار همینه؟ بوده، اما مدتی که از اینجا رفتن. کجا رفتن؟ والا خبر ندارم. چطوری میتونم پیداشون کنم؟ بهتره بری از اونایی که تو رستوران هستن بپرسی. اونا بهتر میدونن. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. رستورانی که میفرمایین باید همین باشه. مطمئنی؟ بله، چون دیگه در این نزدیکی ها رستوران نداره. پس حتما همینه. شما تیمور و جبار رو میبینی؟ از وقتی که اینجا رو فروختن دیگه ندیدمشون. کجا میشه پیداشون کرد؟ والا چی بگم؟ اینطور که از این اون شنیدم تو کارخونه یکی از این کله گنده ها همه کاره شدن. شما آدرسشو میدونی؟ نه والا ندارم، ولی اگه بخواین میتونم براتون گیر بیارم. اگه این کارو بکنین ازتون خیلی ممنون میشم. ببینم شما فامیلشون هستین؟ نه دوستشون هستم، پول ازشون طلب دارم. کار سختیه، ایشالله که بتونی پیداش کنی. خیلی ممنون. خداحافظ. من که کاری نکردم. این شخصی رو که میگین الان از اینجا رفت. چی کار داشت؟ اومده بود سراغ صاحبای قبلی اینجا رو میگره. صاحبای قبلی اینجا؟ بله، کسایی که قبلا اینجا رو اداره میکردن. برای چی؟ والا اینطور که میگفت پول ازشون میخواد. نگفت چقدر؟ نه چیزی نگفت. بعد چی شد؟ راستش آدرس اونا رو میخواست که من نداشتم. حالا قراره پیدا کنم، چند روز دیگه اون تلفن کنه بهش بدم. Thank you.
بله. معذرت میخوام، کبریت داری؟ نه شرمنده. دشمن شرمنده باشه. خدافظ. ثابت، تو فکر میکنی برای چی این بابا از این شهر به اون شهر میره؟ معلومه دیگه، قاتله. و تو فکر میکنی چون اون قاتله فرار میکنه؟ نه، اینطور که تو میگی نیست. اون باید دنبال چیز دیگه ای باشه. مثلا؟ اون میخواد ثابت کنه که قاتل نیست. با فرار که نمیشه. اینه نمیشه گفت فرار. پس این کارو چی میگن؟ اون به دنبال مسببین اصلی میگرده و اگه مسببین اصلی پیدا بشن خیلی چیزای دیگه روشن میشه. پس ما دنبال چی هستیم؟ ما همیشه دنبال مایه کوچیک هستیم. در صورتی اگه خوب فکر کنیم میبینیم این ماهیای کوچیک در شکم نهنگ‌هایی هستن که صیدشون کار هر کسی نیست. جرأت میخواد و قلاب محسوس. من که سر از حرفای تو در نمیارم. لطفاً توجه بفرمایید. امشب میخوام برای دوستان تفعلی به دیوان خواجه شیراز بزنم. ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، بر ما نظراندازی، ما طالب یک فالیم. تو را به شاخ نباتت قسم میدهیم پیشبینی آینده دوستان ما را بنمایید. دوستان در دلتون نیت کنید و مطمئن باشین فالی که خواهد اومد فالی که خود خواجه برای شما انتخاب کرده تا از نیت شما و آینده شما خبر بده. لطفا نیت کنین. خواجه می فرماید یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد نکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد کار دوران، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود بردت دعا و درس قرآن، غم مخور. دوستان فال بسیار بسیار خوبی بود. بله. سلام آقای شیرازی. من احمد هستم. سلام علیکم احمد آقا، چه خوب شد تلفن کردین. چطور؟ آدرس تیمور جبار رو پیدا کردم. خیلی ممنون، خدا عمرتون بده. آدرسون کجاست؟ 10 کیلومتری جاده فسا. سلام علیکم. ببخشین کارگر نمیخواین؟ نه فعلا استخدام نمیخواین. به صورت روزمزد هم احتیاج نداریم؟ نه فکر نمی کنم. البته من با آقای تیمور آشنا هستم. کدوم تیمور؟ چه کاره هست؟ دو تا برادر هستن، اسم اون یکیشون جباره. شما تیمور سوادکوهی رو میگین ها؟ بله بله، ایشون بادشون هستن. فکر میکنین بتونه برام کاری بکنه؟ خب معلومه، اون اینجا همه کاره هست.
اگه بخواد سر یه دقیقه کارتونو درست میکنه. الان هم همینجاست. مگه کارخونه تعطیل نیست؟ چرا؟ ولی ایشون هر روز تا دیر وقت اینجا هستن. پارک هتل بفرمایید. میخواستم با جناب سرگوت فرید صحبت کنم. لطفا گوشی. تشریف ندارن. کلیدشون اینجا. جناب سرگوت ثابت چی؟ خیر. ایشون هم نیستن. اگه پیغامی دارین بفرمایین بهشون بگم. اسم من شیرازیه. کار خیلی فوری دارم. هر وقت اومدن بگیم با من تماس بگیرم. چشم. حتما. خداحافظ. فردا صبح خوبه. شازه الان داشت میگفت تا آخر همین هفته باید کولرها از ایران خارج بشه. تمومش میکنی. نگاه کن. کی میفهمه؟ هیچ کس نمیفهمی که این تلاست. آره، اینطور که معلومه شازه هم داره فلنگو میبنده. دروغ میگه که بر میگردن. از کجا میدونی؟ خبرشو دارم که همه چیزشو فروخته. اینجا را میخواسته بفروشه، کسی نخریده. پتر ما، شاید از این نمد یک کلاهی هم نصیب ما بشه. دیگه چه کلاهی میخوای؟ مگه واسه همون یک کامیون نخری؟ همه کاره این کارخونم که ما این قربون شکلت برم. ای بابا، مگه ما هم بهش خدمت نکردیم؟ پول قصابیمون رو گرفتیم. راست میگی. اگه ما نبودیم الان نمیتونست این همه طلا رو از مملکت خارج بکنه. تا هفت پشتش هم بخوره کافیه دیگه. درست میگی. آره. شناورهای بدلی رو بذارین تو ماشین من. در مورد فرستادن اینا اشتباه کردیم. هفته دیگه خیلی دیره. اینا حتما باید فردا هم بشن. مشتری ها در خارج منتظرن. خود شما شخصا به این موضوع رسیدید؟ بله قربان. در ضمن شماره دقیق این شناورا رو ازتون میخوام. برای رد کردن اینا از گمرک سفارش نامه نوشتم. یادتون باشه با خودتون ببرید. خبرش فردا بهتون بدیم. صدای چی بود؟ مطمئنی سرایدار رفته؟ بله قربان. با این وجود برو یه سرگوشی آب بده. سگارم باز کن.
پس اومدی. خوب با پای خودت به مسلحگاه اومدی. تو آسمونا دنبالت میگشتم، رو زمین پیدات کردم. بلند شو، بلند شو، را بیافت بریم تو. بلند شو. تو حرف بریده میشه؟ حالا اگه نمیخوای مغزت رو داغون کنم فوراً بلند شو. بلند شو برو اون تو. گفتم برو تو اون حلقه. حالا اون بالا یه کمی هوا خوری کن تا من برگردم.
بود.